بسم الله الرحمن الرحیم. رکن اصلی خطابه های نماز جمعه مفهوم تقوا است. تقوا مفهومی است که خدای متعال اون رو به تمام امتها سفارش کرده است، یعنی از نادر مفاهیمی است که تاکید این چنینی در قرآن داره. ولقد وصینا الذین من قبلکم و ایاکم ان اتقوا الله. تأکید بالاتر از این نیست که خدای متعال تقوا رو معیار اکرمیت قرار داده است، که تقوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. به هر سمتی کسی برسه، به هر مقام علمی که برسه، اگه در کنارش تقوا نباشه، اکرمیت توش نیست، کرامت توش نیست. ولذا معیار اصلی برای تقدم، برای برتری عبارت است از تقوا. از همه بالاتر کارت خروج از جهنم. خدای متعال در قرآن فرموده است که همه وارد جهنم میشن. ما منکم من احد الا واردها. سپس هر کس که کارت تقوا داره از اونجا خارج میشه. ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا. باز دوباره فرموده و ینجی الله الذین اتقوا بمفازتهم لا یمسهم سوء ولا هم یحزنون. یعنی کسانی که فضیلت تقوا رو دارن از جهنم خارج میشن، اما ظالمین در اونجا ذلیلانه میمونن. و خدای متعال فرموده ما نجات میدیم اهل تقوا رو به خاطر تقوا و هیچ سوء و هیچ حزنی به اونها متوجه نمیشه. و باز تقوا را عامل امنیت انسان‌ها قرار داده است. ان المتقین فی مقام امین. و عجیب این است که تقوا به عنوان مقام عند الله ذکر شده است. ان المتقین فی مقام امین فی مقعد صدق عند ملک مقتدر. عند ملک مقتدر یعنی پیش خود خداست متقی، یعنی هیچ حجابی بین متقی و بین خدا نیست. مقام عند الله مقام ولی الله خداست. لیس بین الله و بین ولیه ستر ولا دونه حجاب. روزه رو هم که خدا معلل کرده با تقوا معلل کرده است. فرموده است که ما روزه رو واجب کردیم لعلکم تتقون. یعنی اگه ماه رمضان تموم شد کسی ملکه تقوا پیدا نکرد، روزه نگرفته است. هرچه بوده زحمت بوده است. به تعبیر قرآن عاملتون ناصره. نصف رنج و زحمت میگن، یعنی رنج و زحمت، جز رنج و زحمت چیزی دستش نیومده است. حالا میخوایم اول یه تقوا رو من یه تعریف بکنم. تقوا عبارت است از کف نفس. شرف مرد به کف نفس است، یعنی جایی که مزال دردام است. دنیا از یه جایی چشمک زده است، زمینه خیانت پیدا شده است. انسان یه قدرت روحی داشته باشه که بتونه خودش رو حفظ بکنه. اینا میگن کف نفس، یعنی یک واهمه قدسی. اینم جایش فقط در سینه است. آقا رسول الله دو بار به سینهشون اشاره کردن، فرمودن التقوا ها هنا. این مفهوم یعنی مفهوم کف نفس جزء ضروری ترین نیاز زندگی مدنی و رکن اصلی یک فرهنگ فاخر و زیرساخت اصلی یک اقتصاد آرمانی است. بدون این مفهوم سیاست ما، تجارت ما، اقتصاد ما کاملا فلج، لنگ و همه هم مخرب است. عزیزان دقت کنن که پلیس در همه جا حضور نداره و خلاف در خلوتخانه ها شکل میگیره و راه دور زدن قانون هم خیلی فراوان است. کسانی که در گلوگاه ها هستن، کسانی که امضای طلایی دارن، اگه پلیس باطنی نداشته باشن، معلوم است که چه بلایی سر کشور میاد. در حال حاضر در کشور ما غالب مشکلات اقتصادی ما ریشه فرهنگی داره. رشوه، اختلاس، دروغ، نبود احساسهای جمعی، عدم امانتداری، عدم وجدان کاری و و و اینا همه موزل فرهنگی است. فرهنگ به منزله ریل است، اقتصاد به منزله قطار.
جایی که ما ریل نداریم طبیعی است که ما اونجا قطار هم نداریم. برای ما جامعه آرمانی جامعه آرمانی مهدوی است. حضرت ولی هستم که تشریفیان یک وصفشون این است، جامعه الکلمت علی تقوا، یعنی تقوا رو حاکم میکنن در جامعه، و وقت جامعه میشه جامعه آرمانی. صحبت اصلی این است که ما چطور تقوا داشته باشیم، جامعه ما جامعه با تقوا باشه. این ریشه اصلی تقوا عبارت است از اعتقاد به مبدا و معاد. اصلی ترین عامل تحقق تقوا است. یعنی انسان معتقد باشه که اولا یک اراده حکیمانه بر دنیا حکومت میکند، نه یک روح دیوانه. یعنی همه چیز از روی حساب طراحی شده، همه چیز از روی حساب خلق شده و موجود بی حساب در این عالم هیچ جایی نداره. این عالم پس میزنه کسی رو که بی حساب کار بکنه. از دنیا دار صدقن لمن صدقه ها، دنیا دار صدق است برای کسی که صادق است. اون وقت خدا فرموده لیمیز الله الخبیث من الطیب، من بالاخره این ناپاک ها رو از دل طیب میارمش بیرون. امیرالمومنین فرمود این در زمان فرزندم حضرت مهدی محقق میشه. این عالم عالمی است که از روی حساب درست شده، سلامتی مطلقه. کسی که سالم نباشه جا نداره در این عالم، ذرات عالم چموشی میکنن. اون وقت اگر یک مهلتی هم پیدا بشه این امحال است، این استدراج است، حالا که بحثش خیلی مفصله. اون وقت عامل دوم برای تحقق تقوا این است که اعتقاد داشته باشه که ما یک روزی با خدا وعده‌ای داریم، یه وعدگاهی داریم. خدا چند بار در قرآن فرموده است من یه روزی با شما دارم. کسی که از دنیا میره اول کاری که باش میکنن روحش میبرن پیش خود خدا، در برابر خدا میایستد. آخرین آیه که نازل شد به پیغمبر ما این آیه است، واتقوا یوما، بترسید از روزی که شما با من دارید. واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله ثم توفا کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. بترسید از روزی که پیش من میایید و توفیه حساب میکنم، یعنی همه چیز صغیره و کبیره تمام ذرات به طرف شما برمیگردد، اما با حقیقتش و با جوهرش. چقدر آیه خوبی است، سه کلمه است، سنفر و لکم ایها الثقلان، یعنی عجله نکنید، ثقلان یعنی جن و انس، عجله نکنید، به زودی به حساب شما میرسم. البته کسی که به طور پاکیزه زندگی کرده با روح و ریحان استقبال میکنن، کسی که دل شکسته است، اضاعه حقوق کرده است، اضاعه بیت المال کرده است، خیانت کرده است، آتش به زندگی مردم زده است، این خطاب برای اوناست. آقا رسول الله یه وقتی رفتن مسافرت، یکی از صحابه رو گذاشتن در شهر مدینه به عنوان نماینده پیامبر که سرکشی بکنه به خونه ها، چیزایی که احتیاج دارن خانم ها تهیه بکنه. اومدن در زدن، یکی از خونه ها رو در زدن که ببینن چیزی احتیاج دارن یا نه. یه خانمی خیلی وجیه خوشگل اومد لای در. این مرد قدرت روحی نداشت که خودش حفظ بکنه، اون وقت اراده خیانت کرد. تا دست شما جلو این خانم گفت انار انار انار، آتش آتش آتش. تا این جمله رو گفت این مرد دیوونوار تو کوچه های مدینه میدوید، میگفت انار انار انار. و وقتی هم آقا رسول الله از سفر تشریف آوردن دید این که روی ملاقات با حضرت داشته باشه نداره، اومدن در انتهای صف جماعت نشستن. آقا رسول الله شروع کردن به آیه سوره الهاکم و تکاثر رو خوندن تا رسیدن به آیه ولتست الان یوم ازن ان نعیم، این مرد یه سیهی کشید افتاد مرد. اعتقاد دینی اینجوریست، یعنی چانش رو عقل میچرخاند. وقتی که اعتقاد به مبدا داره، اعتقاد به معاد داره. آقا حضرت عیسی مرده ها رو زنده میکرد. یه وقتی اومد حواریون گفتن اون قبری رو که ما تعیین میکنیم اونو زنده کن، گفت باشه. یه قبری رو که خراب شده بود به هم ریخته بود پیدا کردن، گفتن اینو زنده کن. حضرت عیسی
با نفس رحمانی یه اراده کرد، خاک همه رفت چنار، یه مردی اومد بیرون. وقت فسأل عن حاله، حضرت عیسی از حالش پرسید، گفت کنت حمالم فی دنیا، در دنیا حمال بودم. گفت الان اونجا چی کار میکنی؟ گفت حمل تو حتب لرجلن، هیزم حمل میکردم برای یه مردی، فکسر تو منو خلالن، یه چوبکی ازش شکستم، فاخلت تو بیه اسنانی، دندونهای خودم رو اخلال کردم، فانا مطالبون به مزمت، از اون روزی که من مردم جلوی منو گرفتن، منو حبس کردن، گفتن باید حساب این چوبکی که از هیزم مردم شکستی باید حسابش پس بدی. پناه میبریم بر خدا. این اعتقادات وقتی در مدارس ما، در مراکز تربیتی ما تدریس بشه، عزیزان، بازدارندگی، چف نفس، واهمه قدسی در جامعه ما فوران میکند. یه جمله رو میخونم واقعا تکان دهنده است. پای حساب اونقدر معطل میشن، برمیگردن میگن حاسبونا ولو الی النار. استاد من آیه پهلوانی که اینو میخوندن مثل ابر بهاری اشک میریختن. حاسبونا ولو الی النار، یعنی ما رو ولو به جهنم ببرید دیگه از این پای حساب خلاص کنید. یعنی اونقدر محاسبه سخت است، مشکل است برای کسی که بی حساب لاابالی و این در این عالم بی حساب زندگی کرده است. حساب رسی اونجوریست که همه آرزو میکنند، ای کاش لم اوتا الا گوتا، ای کاش در دنیا غیر از گوت بخور نمید داده نمیشدم، یعنی ثروتی که داشتم مال من نبوده، مال خدا بوده است. چرا من از دست ضعفا نگرفتم؟ چرا من حقوق مالی رو جدا نکردم؟ همه عزیزان دعای کمیل خوندن، در دعای کمیل تعبیر این است فبرحمت که اخویته، عجیب است. یعنی گاهی خدا چنان حساب بکشه که دوتا فرشته موکل به ما اونا هم متوجه نمیشن. فبرحمت که اخویته، اون وقت بین دنیا و آخرت هزار عقبه است. احون ها و ایسر ها الموت، آسونش مرگ است. همهش بگن قفوهم 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 انهم مسئولون، اینا رو نگر دارید، از اینا سوال میشه. سوال خدای متعال سوالش مربوط است به کسانی که طغیان کردن، اما کسانی که زندگی حساب شده ای داشتن اصلا از اینا حساب کشیده نمیشه، حساب به خودشون واگذار میشه. کسی که اینجا خودشون محاسبه کرده در آخرت محاسبه نداره. 40 نفر شهادت بدن آدم درستی بوده است، خدا میپذیره. بعضی در شهرها هست که وقتی مرده رو میارن داخل قبرستون بکنن، دم قبرستون سوال میکنن، نماز میخوند، روزه میگرفت، با همسایه سلوک خوبی داشت، با خانواده سلوک خوبی داشت، عمدن اینو میگن که 40 نفر شهادت بده خلاص میشه. دو تا تعبیر من از امیرالمومنین میخونم. نظام تربیتی دینی نمونش این است. امیرالمومنین در خطبه 234 فرمودند قسم به خدا اگر من روی خارهای وحشتناک بخوابم و با زنجیر منو روی زمین بکشن، احب الی من ان القى الله و رسوله یوم القیامه ظالما لبعض العباد و غاصبا لشیء من الختام، که من بیام خدا رو ملاقات کنم در حالی که به کسی ظلم کردم. ببینید تربیت دینی اینجوریست. اگه خدا نباشه اون آقا گفت همه چیز جایز است. ولذا اعتقاد به توحیدی مبارکترین اعتقاد و نفیسترین متاع برای زندگی انسان است. وقت دومیش عرض کنم خدمت شما، فرمود والله لا اوتیت الاقالیم السبع، قسم به خدا نه دنیا، رشوه شندرگاز نه، اقالیم سبع را به من بدن، بگن که به این مورچه ظلم کن، برگ این جور ازش بگیر. حضرت فرمود من ما فعلت تو این کارو نمی کنم. توجه بفرمایید که چقدر حساس است امیرالمومنین. اقالیم سبعه یعنی قدرت روحی اونقدر بالاست، قیمت خودش اونقدر بالاست. انسان ها قیمت دارن، بعضی ها قیمتشون خیلی پایینه، بعضی ها قیمتشون خیلی خیلی بالاست. آقا رسول الله یه رئیس قبیله رو اسیر کرده بودن، خودشون غذاشو می آوردن. یه روز به این آقا گفتن که یا ایمان میاری
یا فدیه میدی یا کشته میشی. گفت یا محمد ایمان نمیارم، فدیه هم نمیدم، منو بکش. حضرت فرمود خیلی خوب، ایمان نیاره طوری نیست، لا اکراه فی الدین، ولی فدیه بده برو دیگه. یه این مشرک یه حرفی زده است اونقدر من خوشم اومده است. گفت یا محمد قیمت من اونقدر بالاست، قبیله من همه چیز پای تو بریزن، این قیمت من نمیشه. سیستم تربیتی ما با جوری باشه که انسان ها قیمتشون خیلی بالاتر از این باشه که با یه رشوه شندرگازی خودشون رو بفروشن. و یه آیه از قرآن در این باب بخونم، مطلب رو عوض بکنم، که خدای متعال از زبان حضرت لقمان فرموده است که ذره ذره شما 1,000,000 ذره رو ترازو بذارید تکون نمیخوره، ولی خدای متعال از زبان حضرت لقمان نقل کرده است ما حساب ذره رو هم میاریم پای کار. یا بنیه انها انتکو مثقال حبت من خردله، شما 1,000 خردله بریزید تو ترازو تکون نمیخوره. فتکون فی سقرتن او فی السماوات او فی الارض یعتی به الله، خدا اونم میاره پای حساب. ان الله لطیفون خبیر. هرچه گفتم یک طرف، این جمله رو عزیزان از من یادگاری داشته باشن، اونی که در این عالم اضاعه حقوق کرده است، آتش به زندگی مردم زده است، بی حساب زندگی کرده است، تصادم حقوق اضاعه حقوق کرده و بدون توبه از دنیا رفته، امیرالمومنین با اون بیان و با اون بصیرتی که فرمود اگه پرده بره کنار بر یقین من افسوده نمیشه، فرموده از فقیر و موصوف ما نزله به هم. من نمیتونم توصیف کنم که چه بلایی سرشون اومد. باز تاکید میکنم این برای کسانیست که در این عالم مردم رو اذیت کردن، ظلم کردن، و الا اساس بر رحمت است، اساس بر مغفرت است. خدای متعال رحمتش 100 جز است، 1 جزش به ما داده، با اون 1 جز زندگی ما میچرخه. پدر بچه رو دوست داره، بچه پدر رو دوست داره، مادر فرزندش رو دوست داره. خدای متعال روز قیامت اون 1 جز رو هم میذاره روی 99 جز و رحمتش رو شامل انسان ها میکنه. حتی شیطان میگه انگار قرار منم بخشیده بشم. اما برای این، برای کسانی است که حق و ناس ندارن، برای کسانی است که در این عالم حساس بودن به حق و ناس. من یه مطلب بسیار مهم میره میخوام در بخش دوم عرائزم عرض کنم محضر عزیزان خودم. اونم این است که عزیزان، شرافت ماه مبارک رمضان به روزه نیست. خدا فرموده چون ماه رمضان رو درک کردید روزه بگیرید، نه اینکه شرافتش از روزه است. فمن شهده فلیصمه. پس شرافتش از کجاست؟ عزیزان شرافتش از نزول قرآن است. تمام کتاب‌های آسمانی در ماه رمضان به بشر نازل شده است و قرآن هم در شب قدر نازل شده است. تمام شرافت ماه رمضان از قرآن است. بنابراین اهتمام اصلی ما باید به مفاهیم قرآنی باشه. اگه می‌خوای ماه رمضان رو تکریم بکنی، راهش همین است. اگر شما اهتمام به مفاهیم قرآنی داشته باشید، هر روزتون ماه رمضان است، هر شبتون شب قدر است. اگه میخواید از ماه رمضان سهم ببرید، اگه میخواید از قرآن سهم ببرید، بلکه میخواید سهم خوبی از این زندگی داشته باشید، سفره خوبی داشته باشید. ما همه سفره داریم. سفره انسان ها خیلی متفاوت است. بعضی ها خیلی سفره بانوا، بعضی ها خیلی بی نوا، بعضی ها سفرش نگاه بکنه پوست خربزه است، پوست هندونه است. گاو در بغداد آید ناگهان، بگذرد از این سران تا آن سران، زان همه عیش و خوشی ها و مزه، او نبیند غیر قشت خربزه. ولی بعضی ها سفرشو خیلی خیلی با نواست. شب که میشه میگه ساقیا امشب صدایم با صدایت ساز نیست، یا که امشب مست مستم، یا که سازت ساز نیست. اگه میخوای سهم خوبی داشته باشی، باید اهتمام به مفاهیم قرآن داشته باشی. تمام ارزش اون است. یه پلی زده شد بین زمین و آسمان، الرحمت الموصوله به نام قرآن. پیغمبر ما هم الرحمت الموصوله، امامت هم الرحمت الموصوله. اینا پل بین انسان ها و خدا هستن. اگه میخوای سهم داشته باشی،
باید بریم سراغ مفاهیم قرآن. اصلا درجات بهشت به تعداد آیات قرآن هست، 6666 درجه. روز قیامت میگن اقرأ و ارقع، بخون برو بالا. یعنی هر چقدر دارایی داری از قرآن، نه دانایی، دارایی، اون وقت در اینجا بهت مقام میدن. و کسی که قرآن یاد نگرفته از شیعان امیرالمومنین اول مفی قبره، در برزخ بهش قرآن یاد میدن. چرا؟ چون درجات بهشت ناشی از همین مفاهیم قرآنی است. یعنی مفاهیم قرآنی ما رو بالا میبره. ما در خصوص مفاهیم قرآنی دو وظیفه داریم، یک وظیفه شخصی است، اما یک وظیفه وظیفه اجتماعی است. اگه میخوای قرآن شافع مشفع باشه، ما باید بریم سراغ مفاهیم قرآن. خدا فرموده قرآن رو خلاصه کنی، قرآن من میشه دو کلمه: عدالت، صداقت. ولق وقت و تم ولقت تمت کلمت ربک صدقا و عدلا. عدالت، عدالت، عدالت. قل انی امرت لعدل بینکم. پیغمبر بگو به زبانت بیار که من مأمورم برای عدالت، عدالت اجتماعی. خدا عادل ها رو، کسانی که ایجاد عدالت میکنن، در ردیف خودش ذکر کرده: شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. ظلم ستیزی اصلا شرف ماه رمضان به این مفاهیم است که اینها نازل شده است. زیر بار ظلم نری، دست در دست ظالم نذاری. این اصلی ترین مفهوم قرآن هست. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. شرافت ماه رمضان به همین است، شرافت روزه به همین است که مبادا نزدیک بشید به ظالم که آتش میگیرید. لا تظلمون ولا تظلمون. حق ندارید ظلم بکنید، آیه قرآنه، حق ندارید زیر بال ظلم برید. خدا اونقدر نعمت داده به حضرت موسی، وقتی میخواد شکرش به جا بیاره میگه خدایا به خاطر این نعمت ها هیچ وقت من پشت ظالم ها، مجرمین که بیام ازشون حمایت بکنم، حمایت نمی کنم. سبب ما انعمت علیه فلن اکون للمجرمین ظهیرا. شما هم روزه بگیرید هم قرآن بخونید، اون وقت در برابر قلدری آمریکا، زورگویی آمریکا، فزونخواهی آمریکا، تفرعون آمریکا، تحکم آمریکا ساکت بشید، زیر بار ظلمش برید. شما قرآن نخوندید، شما روزه نگرفتید، سر خدا کلاه نمیره. اصلا انقلاب اسلامی در همین راستا شکل گرفته است. 40 سال است که ملت ما راست قامت در دفاع از مفاهیم مقدس دینی، در برابر این قدرت اهریمنی معاصر، در برابر تفرعون اونها ایستاده است. متاسفانه یک نظام اهریمنی مثل اختاپوس مسلط شده بر دنیا. اجازه بدید من مشخصات این نظام اهریمنی رو برای شما بگم. بسیار بسیار جالب است، باید یک کتاب نوشته بشه. اولا نظام ارباب رعیتی درست کرده، انسان ها کرامتشون رو شکسته است. نظام فرمانده فرمانبر درست کرده است. یه نظامی است که پاسخگو نیست. به عراق حمله کرد به بهانه کشتار، سلاح‌های کشتار جمعی. بعد دیدن که اصلا همچه سلاحی نیست. بوش گفت ما اشتباه کردیم ولی خدا ما را خواهد بخشید. تو مگر وکیل خدا هستی بگی خدا ما را خواهد بخشید؟ نظام پاسخگو نیست. خصوصیت دیگر، تمام حاکمیت های ملی را در دنیا نقض کردن. تکریم یک ملت حاکمیت ملی اون ملت است. وصف دیگر، با برهان الحق لمن غلب، بر اساس الحق لمن غلب دنیا رو مدیریت میکنن. یعنی هر کسی که غالب است حق با اونه. وحشتناکترین مفهوم، از بمب اتمی مخربتر است همین مفهوم. وصف دیگرشون، با حق ویژه دنیا رو اداره میکنن، انسانها رو درجه بندی کردن، قوانین بین المللی رو ذره احترام نمیگذارن. مواثیق بین المللی اصلا در نزد اینها ارزش نداره. نهادهای بین المللی اصلا حرمت نداره. در حمله به عراق به بوش گفتن که از شورای امنیت اجازه بگیر بعد حمله کن. وزیرشون گفت ما حوصله یک بازی موش و گربه رو نداریم. به تمام اعضای سازمان ملل اهانت کرد.
یه وصف دیگرشون همه جا رو ملکه تلک خودشون میدونن، میگن از شرق لنا و الغرب لنا و این جا لنا و اون جا لنا و همه جا لنا. این از بمب اتمی بدتره. انسان ها رو وجه المصالحه قرار دادن، همه جا حمام خون راه انداختن. 400 هزار نفر در سوریه کشته شد، 50 هزار نفر در یمن کشته شده، 2 میلیون انسان بدبخت شد کشته شد در عراق. 40 سال است الان ما رو محاصره کردن، ما چه جرمی داریم؟ فقط به خاطر اینکه میخوایم خودمون برای خودمون تصمیم بگیریم. ما چه جرمی داشتیم که وزیر دفاع آمریکا اومد با صدام ملاقات کرد، فردا جنگ تحمیلی درست شد. فقط در ایران 220 هزار نفر شهید شد که هر شهیدی یه ملت بود. اومدن بشار اسد رو تهدید کردن که از ایران باید جدا بشی. گفت جدا نمیشم، از 80 کشور تکفیری ها رو تروریست ها رو ریختن سوریه فقط به خاطر که چرا تو از ایران جدا نمیشی و 400 هزار نفر کشته شد. اینها یه روحیه دارن، با صلح مخالفن، با تمام شدن جنگ و خونریزی کاملا مخالفن. موضوع یمن، فلسطین، لیبی والله والله در عرض 1 ساعت تمام میشه، ولی نمیخوان جنگ تمام بشه تا هم حضور، بهانه حضور در خاورمیانه رو داشته باشن و هم سلاحشون رو بفروشن. اینها اگر بیان در یمن تمام گروه ها حاضر به انتخاباتن. آمریکا نمیذاره، انگلیس نمیذاره، دولت هایی که برای آل سعود سلاح میفروشن اینا نمیذارن. انتخابات بشه در از 1 روز همه چیز تمام شد. یه وصف شوم اینها این است که با دموکراسی مخالفن. در فلسطین زیر بار دموکراسی نمیرن. ایران حرفش در فلسطین یک کلمه است: رای گیری بشه همه چیز تمام بشه. اینها حکومت‌های مشروع رو سرنگون میکنن. یه جمله بگم خیلی ارزش داره. اینها صراحتن گفتن که مشروعیت با رأی صندوق‌های رأی نیست، با جهتگیری بین المللی است. ما اول باید ببینیم سوگیری، سمتگیری به نفع ماست یا بر ضرر ماست، آیا به نفع اسرائیل است یا به نفع اسرائیل نیست. یه نکته عرض میکنم، خدا میداند چقدر تکان دهنده است. وقتی اینها به عراق حمله کردن، 50 دانشمند لیبرالیست در آمریکا یه بیانیه‌ای رو منتشر کردن، در اینترنت هست بگیرید بخونید. اونجا گفتن که دخالت نظامی با دموکراسی منافات نداره. ای وای ای وای ای وای، حافظتون رافعه شده. این حافظتون رافعه وصف قیامت هست که ارزش‌ها اونایی که در دنیا بود زیر رو میشن، اونایی که پایین بودن بالا میان، اونایی که بالا بودن پایین میان. حالا ببینید مفهوم دموکراسی، مفهوم تروریسم عوض شده. اسم ایران میزنه محور شرارت، کشور آسی و تروریست، در حالی که حضرت امام فرمود معدن تروریسم خودشون هستن. وصف دیگرشون به تمامیت ارضی کشورها اصلا نه اعتقاد دارن نه احترام دارن. اخیرا ترامپ گفت، این حرفش میخونم، چون به جولان، منطقه جولان، جهت امنیت اسرائیل احتیاج داشتیم دادیم به اسرائیل. یعنی ما به هر چه احتیاج داشته باشیم مال ماست. خدایا خدایا، چه تعبیری است؟ اون وقت اشاره کرد به ذلت مسلمان ها، گفت با اعلام الحاق جولان به اسرائیل هیچ اتفاقی نیفتاد و نخواهد افتاد، بنابراین خبری نخواهد بود و ما کار درستی انجام دادیم. و حالا نتانیاهو جری شده، بخشی از غرب فلسطین رو هم گفته من منظم میکنم به اسرائیل. یک وصف دیگرشون، اینها کاملا اعتقادات ماکیاولیستی دارن، یعنی میگن هدف وسیله را توجیه میکند. اینا حمله کرد، بمب اتمی حمله کردن به ژاپن، بعدا به رئیس جمهور آمریکا گفتن شما چرا حمله کردید با بمب اتمی 150 هزار نفر کشته شد. گفت اگه حمله نمیکردیم جنگ تمام نمیشد. الله اکبر، کسی نبود بگه که اصلا تو چرا جنگ رو شروع کردی تا با بمب اتمی تمامش بکنی. میگن چون صلح خوبه پس بمب اتمی رو من به کار بگیرم. استغفرالله، اونم خوب است. ما مسلمان ها اعتقاد داریم راه بخشی از هدف است، هدف مقدس شد راه هم باید مقدس باشه. ما ظفر من ظفر الاسم به امیر المومنی فرمود، پیروز نشده کسی که گناه بر او پیروز شده است. و آخرین وصفشون که تمام بکنم این است که اینها اصلا به خدا اعتقاد ندارن. در مذاکره برجام
به آقای ظریف گفتن چیه همش میگی برجام به شورای امنیت رفته، قطعنامه شورای امنیت رو داره، بالاتر از شورای امنیت خود خداست و ما خدا رو قبول نداریم. الله الله الله. آی مردم ایران، هر کجا صدای منو میشنوید، ایستادن در برابر چنین دشمنی بزرگترین عبادت است، بزرگترین خدمت به شریعت، به بشریت است، بزرگترین خدمت به مفاهیم دینی است و بزرگترین حقیقت روزداری واقعی است و این در دنیا نصیب ملت ما شده است. تا چنین قدرت اهریمنی بر دنیا حاکم است، دنیا روی امنیت نخواهد دید. سطرها کی راست آید، چون کجی در مستر است. تشکر ویژه دارم از عزیزان خودم در رادیو تهران، در صدا و سیما کشور، و عرض ادب دارم به هموطنان خودم، هم شهری‌های خودم، هم استانی‌های خودم در استان مبارک اردبیل که بلدتون طیبه، مستاق بلدتون طیبه و رب غفور است و از خدای متعال میخوام که عالی‌ترین عنایت خودش رو بر کشور ما، مخصوصاً بالاترین نعمتی که به ما داده است، هیهات هیهات هیهات، بتونیم از احتش بر بیاریم. نعمت رهبریت، نعمت رهبریت، نعمت رهبریت. به حضرت آقا عرض کردم، گفتم آقا جان حجاب و معاصرت نگذاشته ما شما رو بشناسیم. خدا را شاکر به این نعمت و با تمام ذرات وجودمون از خدا میخواییم عزت، شوکت، تأثیر نفس حضرت آقا رو بیشتر بکنه و انشاءالله برهانش بر دنیا غالب بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.